در برداشت امروز از این کتاب خدایان عدن به هند میریم و البته دیدگاه ویلیام برملی درباره آریایی ها رو هم مرور میکنیم. بحث اینطور شروع میشه که هند و آیین هندو برای بسیاری از ما دو موضوع به هم پیوسته هستند. مخصوصا که نزدیک به 85% جمعیت هند پیرو این مذهب هستند، اما واقعیت اینه که بسیاری از خدایان آیین هندو به همراه مسائلی مثل سیستم کاست یا همون طبقه بندی اجتماعی، مراسم مذهبی برهمن ها که گروهی از روحانیان عالی رتبه آیین هندو حساب میشن و حتی زبان سانسکریت قرنها پیش از جایی خارج از هند بر ساکنان این منطقه تحمیل شده. ویلیام برملی نوشته که زمانی بین سال 1500 تا سال 1200 قبل از میلاد مسیح، یعنی در دوره حکومت فراعنه در مصر و احتمالاً در دوره حیات موسی، مردم طایفه‌ای به اسم آریایی‌ها از شمال غرب وارد محدوده هند امروز میشن. اونها خودشون رو طبقه حاکم بر منطقه معرفی میکنن و ساکنان منطقه رو هم در طبقه خدمتکار قرار میدن. اینکه آریایی ها چه کسانی بودند و از کجا آمدن هنوز محل بحث هست. تاریخ شناسان تمام مردمی رو که به زبانهای هندو اروپایی صحبت می کنن به عنوان آریایی می شناسن. از نظر نژادی هم معمولا برای تعریف کسانی به کار می ره که از گروه سفید پوستان غیر سامی هستند. نظریه های مختلفی هست درباره اینکه آریایی ها اولین بار از کجا آمدن. یه نظریه غالب اینه که آریایی ها ریشه در سبزدشت های روسیه دارن. احتمالاً از اونجا به اروپا مهاجرت کردن و بعد به منطقه میان رودان رفتن. یه نظریه دیگه اینه که آریایی ها ریشه اروپایی دارن و بعد به سمت شرق مهاجرت کردن. از نظر بعضی دیگه آریایی ها بنیانگذاران تمدن کهن میان رودان بودن و به این ترتیب میشن اولین مردم متمدن دنیا. این همون نظریه هست که در دوره آلمان نازی به شدت تبلیغ میشد تا ایده برتری نژادی آریایی ها رو تقویت کنه. نازی ها حتی مدعی شدن که آریایی ها رو در اصل ابر انسان های خداگونه از دنیای متفاوت خلق کردن. ویلیام برملی به داستانی نسبتا مشابه در آمریکای مرکزی هم اشاره میکنه. به این صورت که وقتی در سال 1532 میلادی پیزارو کشورگشای اسپانیایی آمریکای جنوبی رو اشغال کرد، بومیان اون منطقه اشغالگران اسپانیایی رو به اسم ویراکوچاس خطاب قرار دادن که معنیش میشه اربابان سفید. در اساطیر بومیان آمریکای جنوبی از نژادی برتر متشکل از انسانهای سفیدپوست صحبت شده که از آسمانها اومدن. بر اساس این اساطیر اربابان سفید بعد از سالها حکومت بر آمریکای جنوبی دوباره ناپدید شدند، ولی البته این وعده را هم دادن که دوباره برمیگردند. در واقع بومیان آمریکای جنوبی وقتی اشغالگران اسپانیایی رو دیدن، تصور اولیه‌شون این بود که اربابان سفید پوستشون به وعده عمل کردن و برگشتن. برای همین هم بود که در ابتدا طلا و گنجینه‌های خودشون رو با کمال میل و بدون کمتری مقاومتی به اونها دادن. اما صرف نظر از اینکه کجا خاستگاه آریایی ها بوده، باورهای زیادی در سراسر دنیا درباره برتری نژاد آریایی وجود داشته که بیشتر حول این موضوع بوده که این نژاد گروه برتر و منتخبی بودن که خدا خلق کرده و از نظر معنوی، اجتماعی و ژنتیکی از بقیه نژادها برتر هستند. ویلیام برملی تاکید میکنه که نژادپرستی یکی از موفق‌ترین ابزارهای افرادی بوده که سعی داشتن آدمها رو مشغول ظواهر و دور از واقعیت وجودیشون، یعنی برتری روحی اونها نگه دارن، در حالی که گروه مقابل اونها همواره تاکید داشته که ارزش آدمها نه به شکل ظاهری و رنگ پوست، بلکه به ذات معنوی اونهاست. البته ویلیام برملی اضافه میکنه که تعدادی از انجمنهای اخوت در طول تاریخ بر اساس اعتقاد به برتری نژاد آریایی شکل گرفته و اعضای اون باور داشتن که آریایی بودن لازمه ارتقای روحی و معنوی آدم هاست. یعنی اگه کسی آریایی نباشه، ظرفیت ارتقای روحی را هم نداره و همچنان باید در حد برده و تابع نژاد برتر باقی بمونه.
به هند که برگردیم، ویلیام براملی نوشته که آریایی ها بعد از اشغال هند مذهبی پیچیده و سازوکاری فئودالی رو شکل دادن که امروز به اسم هندوئیسم میشناسیمش و میشه اونو شاخه ای از شبکه انجمن برادری حساب کرد. مخصوصا که بررسی های اون نشون میده که تعدادی از انجمن های اخوت در خاورمیانه و مصر روابط نزدیکی با رهبران آریایی در هند داشتن و مرتب گروه هایی رو برای آموزش و یادگیری اصول آریایی ها به هند میفرستادن. رهبران آریایی در هند مثل گروهی مشابه خودشون در میان رودان و مصر بر تبعیت کامل انسان ها از اوامر خدایان تاکید داشتن. خیلی از خدایان انسان مانندی که آریایی ها می پرستیدن آسورا خونده می شدن. درباره این خدایان در نوشته هایی به اسم ودا صحبت شده و بسیاری از اونها عجیب و جالب هستن. مثلا درباره وایو یا واتا خدای باد نوشته شده که عرابی برای سفر در آسمان داشت و توصیفات این عرابه شبیه توصیفاتی هست که در کتاب مقدس از یهوه شده. در بخشی از این ودا اومده اکنون در عظمت عرابه واتا سهمگین می گذرد و صدایش همچون صاعقه است تا بهشت می رسد و نوری درخشان و سرخ ساطع می کند و خاک و غبار را در زمین به گردش در می آورد. به نظر ویلیام براملی این بخش از ودا توصیف موشک یا شیء پرنده‌ای هست که رو به آسمان پرواز میکنه، صداهایی شبیه صاعقه تولید میکنه، نوری آتشین داره و باعث میشه خاک و غبار روی زمین به حرکت در بیاد. در بخش‌های دیگه از خدایان کهن هندو و انسان‌هایی صحبت میشه که پادشاه و ای در خدمت این خدایان بودن. اونها با سفینه‌های فضایی سفر می‌کردند، در جنگ‌های بین سیارات شرکت می‌کردند و تسلیحاتی داشتند که موقع استفاده پرتوهای نور ازشون ساطع می‌شد. این همون داستانی هست که تعدادی از مخاطبان پیگیر ما خواستن به سراغش بریم و ما هم این کتاب رو درباره این اساطیر پیدا کردیم و بناس به زودی به سراغش بریم. اگه خیلی مشتاق هستین که ویدیوهامون درباره اساطیر هند رو زودتر شروع کنیم، میتونید توی نظرسنجی که الان توی بخش کامیونیتی شبکه ما فعال هست شرکت کنید و نظرتون رو بگید. اما در کتاب خدایان عدن به روایتی اشاره شده که اینطور شروع میشه. یه روز شاه سیتراکتو سوار هواپیمایی بسیار درخشان در جو زمین سفر میکرد. هواپیمایی که لورد ویشنو خدای اعظم هندوها بهش داده بود. در اسطوره دیگه درباره نژادی صحبت میشه که دیو خونده میشن و سه شبکه سیاره‌ای رو اشغال کردن. در مقابل اونها شیوا خدای هندوها قرار داره. اون سلاحی قدرتمند در اختیار داشته که میتونسته هواپیماهای دشمن رو هدف بگیره. در توصیفش اومده تیرهایی که لورد شیوا رها کرد شبیه پرتوهای آتشین بودن که از خورشید بیرون میزنن و سه هواپیما را فرا گرفت. بعد اثری از هیچ کدام از آنها نبود. در صورتی که این اساطیر و داستانهایی رو که در وداها اومده واقعی بدونیم، میشه به این نتیجه رسید که هزاران سال پیش خدایانی انسان مانند در زمین بودن که با سفینه جابجا میشدن و با تسلیحاتی مرگبار در نبردهای هوایی شرکت میکردن. ویلیام براملی اضافه میکنه که در نوشته های مربوط به آیین هندو خدایان مثل جامعه هند تنوع ظاهری و باطنی داشتن. مثلا پوست بعضی از اونها آبی رنگ بود. عده‌ای نسبت به انسانها مهربونتر و خیراندیشتر از یک گروه دیگه بودن و البته وقتی آریایی ها وارد هند شدن خدایان گروه دوم یعنی گروه خشنتر نسبت به انسانها قدرت و تسلط بیشتری بین خدایان داشت. سازوکار اجتماعی هم که آریایی ها در هند حاکم کردن زمینه ساز طبقه بندی مردم به گروه هایی تحت عنوان کاست بود. بر اساس این سازوکار هر کسی در طبقه اجتماعی و شغلی پدرش یعنی همون کاست خانوادگی خودش قرار میگیره و هیچ کسی هم حق نداره تحت هیچ عنوانی از این طبقه خارج بشه، فارغ از اینکه چقدر استعداد و ظرفیت پیشرفت داشته باشه. هر طبقه از جامعه هم حرفه، سنت‌ها و مناسک خودش رو داره. اعضای پایین ترین طبقه که متروت‌ها و نجس خونده میشن معمولاً به کارهای پست و بی ارزش مشغول میشن و زندگیشون در فقر مطلق میگذره.
در عوض اعضای بالاترین طبقه ها حاکمان جامعه و روحانیان برهمن هستند. در طول دوره حکومت آریایی ها و مدتی طولانی بعد از اون، بالاترین طبقات اجتماعی و شغلی به خود آریایی ها اختصاص داشت. ویلیام برملی توضیح میده که در ابتدا فشار اقتصادی و نظامی ابزارهای اصلی آریایی ها برای حاکم کردن سازوکار طبقات اجتماعی در هند بود، ولی کمی بعد و حدود قرن 6 قبل از میلاد مسیح باورهای مذهبی هم به عنوان ابزار سوم مورد استفاده قرار گرفت. در آیین هندو این باور هست که روح انسان‌ها با مرگ و از بین رفتن جسم نابود نمیشن، بلکه معمولاً جسم دیگه‌ای رو پیدا می‌کنن تا زندگیشون رو ادامه بدن، یعنی چیزی که به اسم تناسخ میشناسیم. بر اساس همین باور هست که پدیده به اسم زندگی‌های قبلی آدم‌ها تعریف میشه. توی همین یوتیوب همیشه ویدیوهای زیادی پیدا کرد که به داستان فردی اختصاص داره که باور داره زندگی قبلیش رو با جزئیات کامل و واضح به یاد میاره. در باورهای اولیه اینکه روح یه فرد مرده چطور جسم بعدی رو انتخاب میکنه بیشتر به شانس بستگی داشته، اینکه در محدوده جغرافیایی نزدیک اون روح چه کسی باردار هست. اما در مذهبی که آریایی ها شکل دادن اینطور گفته شد که روند تناسخ مسیری تکاملیه که روح رو به تکامل معنوی نزدیکتر یا دورتر میکنه. اونها سیستم طبقه بندی اجتماعی رو هم در راستای همین موضوع معرفی کردن و گفتن که اگه آدم ها بر اساس قوانین و وظایفی که به عهده طبقه اجتماعی اونها هست عمل کنن، توی زندگی بعدی در طبقه بالاتر از طبقه اجتماعی امروزشون به دنیا میان. البته برعکس، اگه اونطور که ازشون خواسته شده در چارچوب طبقه اجتماعی خودشون عمل نکنن، بعد از مرگ به یه طبقه اجتماعی پایین تر میرن. بر همین اساس هم بود که گفته میشد طبقه اجتماعی هر فرد نشون دهنده پیشرفت معنوی روح اون هست و طبیعتا نوع برخورد و مخصوصا محدودیت های هر طبقه هم به همین شایستگی روحی اعضای طبقه ربط داده میشد. ویلیام برملی توضیح میده که به نظرش با اینکه در این باور مذهبی به ارتقای معنوی یه انسان توجه شده، همزمان رسیدن به مقام عالی تر به مسئله خارج از اختیار انسان ها، یعنی مرگ اونها ربط داده شده و البته تبعیت بیچونه چرا از اوامر خدایان شرط اصلی رسیدن به مقام بالاتر بعد از مرگ خونده شده. هر دوی این شرط ها باعث میشه آدم ها از تلاش برای ارتقاء روحی خودشون در زمان حیات امروزشون دست بردارن و عملا تابع شرایط زمانه باشن. نمادگرایی هم حضوری محدود ولی مهم در آیین هندو داشته. یکی از شاخص‌ترین اونها صلیب شکسته یا گردونه خورشید هست. این علامت در عصر حاضر به نازی ها نسبت داده میشه، در حالی که سابقه این نماد به هزاران سال قبل میرسه و گفته شده که انجمن جهانی برادری هم در طول تاریخ بارها از این نماد استفاده کرده. منشأ اصلی نماد هم مشخص نیست، ولی میشه اون رو در آثار تمدن کهن میان رودان دید. بعضی تاریخ شناس ها معتقدن که این نماد احتمالاً در جریان داد و ستد های تجاری و تبادلات فرهنگی بین میان رودان و هند قبل از اشغال آریایی ها وارد هند شده. اما منشأ اصلی صلیب شکسته هرچی که هست بعد از ورود آریایی ها به هند به نماد اصلی اونها و آیین هندو تبدیل میشه. این علامت نماد خوششانسی و خوشبختی هم بود، هرچند همیشه برای کسایی که ازش استفاده کردن خوشیام نبوده. البته به نقل از کتابی نوشته زلیا نوتال گفته شده که این نماد در تمدن‌هایی وجود داشته که علم نجوم پیشرفت زیادی در اونها داشته. برای ویدیوهای آینده حتما سراغ کتاب‌های مربوط به این موضوع هم میریم. اما درباره آیین هندو، ویلیام برملی معتقده که این مذهب معمولاً هر ایده تازه‌ای رو جذب و در خودش حل می‌کنه بدون اینکه باورهای سنتی رو تغییر بده. برای همین اونچه امروز از این مذهب می‌بینیم مقلمه‌ای از چندین مذهب اصلی هست که مسیرشون از هند گذشته. ویلیام برملی در بررسی‌های خودش شواهدی از سفر مسیح به هند هم به دست آورده که بناست در ویدئوی هفته بعد درباره‌اش صحبت کنیم. یادتونم نره اگه می‌خواید زودتر سراغ یه موضوعی بریم توی نظرسنجی شبکه ما حتما شرکت کنید.